هادی جعفرپور و در جایگاه ای قرار. باید دید که نتیجه این مسابقه چی میشه. 3-2-1 و شروع. شاه پیشانیدار به دنبال هادی جعفرپور به پیچ اول میرسن. هادی جعفرپور جلوتر از شهاب پیشانیدار در حال عبور از پیچ ها هست، پیچ دوم رو هم رد میکنن. بسیار نزدیک و نفسگیر مسابقه در حال انجام هست. دیگه تو پیچ آخر باید حد زد که کدوم عزیز جلوتر قرار داره. خب هر دو شرکت کننده به خط پایان رسیدن بدون هیچ مشکل و با یک رقابت بسیار دیدنی. باید دید که نتیجه توسط داوران مشخص بشه که امتیازات بیشتر متعلق به کدوم یک از شرکت کننده ها هست و کدوم از این دو عزیز به فینال راه پیدا میکنن. هر چقدر بیشتر در خصوص این مسابقات اطلاع رسانی بشه باعث جذب سپانسر و دلگرمی علاقمندان و شرکت کنندگان در این مسابقات میشه. همونطور که تو صحنه های آهسته میبینید نحوه عبور شرکت کننده ها از پیچ مسابقه رو مشاهده میکنید. همونطور که میبینید هادی جعفرپور در دور دوم و با حضور در جایگاه A مسابقه رو جلوتر شروع کرد و جلوتر هم به پایان بود. هرچند که این عمل کرده راننده ها در طول مسیر هست که امتیاز و نتیجه نهایی رو مشخص میکنه. توی صحنه آهسته مشاهده میکنید چقدر این دو خودرو به هم نزدیکن اما برخوردی با هم ندارن، به دلیل اون تجربه ای هست که این عزیزان دارن و اون تکنیکی که با سالها آموزش در این زمینه به دست آوردن و این در حقیقت خیال برگزار کنندگان مسابقات، خود شرکت کننده ها و حتی خانواده هاشون راحت میکنه که توی این مسابقات اتفاقی برای کسی پیش نمیاد. اما به هر حال حتی اگر که اتفاقی هم پیش بیاد اینجا عوامل امدادی هستن که کمک میکنن به شرکت کننده ها اگه نقص فنی برای خودرو پیش بیاد یا خودرو از پیست خارج بشه یا اگر خدایی نکرده خودرو دچار آتش سوزی بشه یا تصادفی پیش بیاد کمک میکنن برای اینکه هر چه سریعتر این مشکل برطرف بشه. چه اتفاقی خواهد افتاد؟ داوران و ناظرین در حال شروع بررسی رقابت قبلی بین هادی جعفرپور و شهاب پیشانیدار هستم. فکر میکنم رقابت خیلی نزدیک